سازمان جهانی یونسکو به عنوان معتبرترین سازمان آموزشی و فرهنگی در جهان که در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می‌کند، نخستین بار در سال 1999 میلادی در نشست بوداپست مجارستان 10 نوامبر را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد. این نامگذاری هرچند ارزش نهادن به علم و فناوری علمی و بانیان علم خوانده شده است، در عین حال تلاش در راستای ایجاد پیوند میان فناوری‌های علمی، بهبود کیفیت زندگی عمومی و کاهش و مهار تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری‌های تکنولوژیک نیز به شمار می‌رود. از مهمترین اهداف یونسکو از نامگذاری روز علم بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های جدید بود که موجب ارتقاء کیفیت عمومی زندگی می‌شود. از منظر اسلام هیچ فرقی میان زن و مرد در آموختن علم نیست. تنها تفاوتی که در اسلام میان زن و مرد هست بر اساس تکالیفه، چون زن و مرد دو تا نوع انسانه و از لحاظ مقام و منزلت و بندگی و تقرب در نزد خداوند هیچ فرقی میان زن و مرد نیست و در تکالیف شرعی یک تفاوت‌های جزئی برای زن و مرد وجود داره، همچنانی که در عبادت و در بندگی و در اعمال و در اینها میان زن و مرد تفاوت وجود ندارد، در کسب علم نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد و حدیث داریم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، و برغم این روایت، روایات متعددی هست که آموختن علم بر زن و مرد لازمه و ضرورت. از نظر اسلام تولید علم، آموختن علم یک ارزش ذاتی است و در کسب تمام ارزش های ذاتی زن و مرد مساوی است و این هیچ معنی از طرف اسلام ندارد. و اگر ما کلمات پیامبر را از لحاظ کمیت بررسی بکنیم، می توانیم توسعه به علم که مشترک بین زن و مرد هست، توسعه به علم در صدر این فرمایشات پیامبر ما قرار می گیرد. اسلام چیزی که برایش معیار هست، اصل انسانیت هست و اصل معیار تقوا هست. ما طبق آیه قرآن هست که میگه نزد ما کسی ارزش داره که تقوا داشته باشه. برای اسلام زن، مرد، سفید پوست، سیاه پوست، قبیله، نژاد هیچ چیزی مطرح نیست. آن چیزی که بر اسلام مطرح هست ایست که علم آموختن تأثیر مثبت روی انسان گذاشته باشه. این معیار قرار نداده که زن باشه مثلا جایگاهش بالاتر هست، مرد باشه جایگاهش پایین تر هست و یا وارونه تر از این. مرد مثلا بگیم جایگاهش بالاتر هست و زن جایگاهش پایینه. نه، اسلام اصل معیار انسانیت و ذات انسان را شرف داده. وقتی ذات انسان دارای شرف باشه، هیچ فرق را بین انسان و بین زن و مرد ایجاد نکرده که زنها باید مثلا در خانه بنشینند، علم نیاموزند و مردها باید پیشرفت بکنند، یا زنها باید پیشرفت بکنند، مردها مثلا در خانه بشینند. نه، ولی ای که اسلام این معیار کرده که نزد ما کسی ارزش داره که علم داشته باشه، تقوا داشته باشه، پس تقوا رو هیچ وقت قید نکرده که مخصوص آقایان و مخصوص مثلا بانوان باشه. پس ای است که میتونه هم زن در آموختن علم، ما در صدر اسلام داریم که پیامبر اسلام صلوات الله علیه کلاس داشتن و صنف داشتن برای خانم ها و همچنان خانم ها را تشویق میکردن و همچنان آیت الله عظام الان هم که حسن همه تشویق میکنن که بانوان را برن علم بیاموزن، برن تحصیل بکنن و همچنان آقایان. به هیچ فرق بین اینها وجود ندارن که خانم ها با آقایان متفاوت هستن. وقتی ما میریم به احادیث نگاه میکنیم، به آیه های قرآن نگاه میکنیم، همچین جمله‌ای که مثلا فرق بین فرق میان زن و مرد در قسمت فراگیری علم باشه وجود ندارد. وقتی پیامبر می‌فرمایند که علم بیاموزید، از مهد الی لحد، یعنی از گهواره تا گور علم بیاموزید، اینجا ذکر نمی‌کنه که خانم علم بیاموزد یا آقا بیاموزد. زمانی که
پیامبر میفرماید که آموختن علم برای هر مرد و زن فرض است. ما از این جمله قشنگ میتونیم استدلال بکنیم که هیچ فرق در قسمت فراگیری علم در بین زن و مرد مسلمان نیست و اتفاقا باید به عنوان یک مسلمان او علومی که نیاز هست یک فرد بدانه، حالا چی خانوم باشه یا آقا. موضوع علم در خدمت توسعه پایدار نکته دیگری به شمار می رود که در این نامگذاری بر آن تأکید می شود. توسعه پایدار ناظر بر محدودیت های بیوفیزیکی کره زمین و فرایندی است که آینده مطلوب را از طریق حفظ منابع تجدید ناپذیر برای بشر رقم می زند. به عباراتی چنانچه توسعه پایدار محقق شود، شرایطی فراهم می آید که در آن استفاده از منابع و رفع نیازها، یک پارچگی، زیبایی و ثبات نظامهای حیاتی را برهم نزده و زندگی نسلهای آینده بر روی این کره خاکی را ممکن می سازد. بی جهت نیست که امروزه ملتها علم و سرمایه علمی را برای دستیابی به اهداف محیط زیستی به کار گرفتند. بنابراین پیشرفت علم نمیتواند انحصاری باشد، چنانچه تنیدگی علم با قدرت نیز امروزه به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نهاد علم مطرح شده است. خاصیت انباشتگی علم ایجاب می‌کند که متعلق به همگان باشد، موجبات صلح و توسعه پایدار را فراهم آورد و جهان بهتری را برای آیندگان رقم بزند. نقش علم در توسعه پایدار، علم و دانش و بکارگیری علم و دانش در زندگی و در اجتماع حائز اهمیت بسیار زیادی هست. ببینید، یک ملت با اقتدار و اقتدار علمی زمانی میتونه صدای خودش را به جهان و جهانیان برسانه که بتونه این ملت از علم دستش خالی نباشه. زمانی که هر کسی، چی فرد باشه و چی ملت باشه و چی کشور باشه، هر کسی که اگر دست اینها از علم خالی باشه و توهی باشه، طبیعتاً نمیتونه کشور مستقل باشه، یک ملت مستقل باشه و همچنان نمیتونه در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی موفق باشه. از لحاظ اندیشه های امروزی و مباحث جامعه شناسی، منابع قدرت سه چیزه. خب اولین منبع قدرت که بیشتری از جامعه شناسان به اون تاکید داره اقتصاد هست که به عنوان مهمترین منبع قدرت یاد می شود. دومین منبع قدرت ایدئولوژی هست که از آغاز تاریخ بشر تا به حال به عنوان یک بخش مهم قدرت همیشه در متن جامعه بوده و هست. ایدئولوژی مهمترین منبع قدرت هست. سومین منبع قدرت که خیلی مهم هست و اکثریت نظریه پردازان معاصر، دانشمندان به اون صحه میگذاره و تاکید میکنه، مسئله علم هست. بر این اساس علم نقش اساسی و نقش محوری را در تحول پایدار در جامعه داره و او اساس و بنیادی جامعه و بستر اساسی جامعه را علم تشکیل میدهد. حتی بعضی ها به این باور هستند که گذشته از ایدئولوژی، گذشته از اقتصاد، منبع اصلی تحول جامعه علمه. علمه که اقتصاد را مدیریت میکند، علم است که ایدئولوژی و نظریه پردازی های دینی و ایدئولوژی ها را پرورش میدهد و تحول جامعه میدهد. بر این اساس علم نقش محوری در تحول جامعه دارد، چه در عرصه پیشرفت، چه در عرصه تحول پایدار و چه در عرصه صلح و رفاه و آرامش. در واقع علم نقش بی‌بدیلی در توسعه پایدار در اجتماع دارد و میتوان گفت که هرچه علم و آگاهی آحاد جامعه بالا باشد، هم رفاه اون جامعه بالا می رود، هم صلح و امنیت در اون جامعه بیشتر می شود، هم حقوق اجتماعی و فردی افراد شناخته می شود و رعایت می شود و تمام مؤلفه هایی که در توسعه پایدار در بخش معنوی و در بخش مادی بشر لازم هست، علم می تواند
نقش بیبدل داشته باشد. زمانی که یک ملت میخواد به اساس علم و دانش پیشرفت بکنه، از نگاه اقتصاد، سیاست و همچنان امنیت، صلح در همه نسبت به همه کشورهای دیگه پیشرفت دارن، اما زمانی که یک ملتی که از علم توهی هستن و خالی هستن، این ملت هیچ وقت نمیتونه توقعی رو داشته باشه که در اونجا صلح و امنیت باشه، عدالت باشه، چون مغزهایی که در او جامعه حاکم است یک مغزهای پوچ و جاهلی هستن که وقتی انسان بخواد به اساس جهالت پیش بره، سبب این میشه که در آخر توخالی شوه و دستاوردی درست و مناسبی نداشته باشه. آنچه گرامی داشته این روز یادآور آن است، نقش مهم علم در جامعه و نیاز به درگیر کردن عموم گسترده‌تری از مردم در مباحث و پیشرفت‌های علمی است. واقعیت این است که علم امروزه بیش از پیش با زندگی مردم عجین شده است. افزایش تعداد دانشجویان در مراکز آموزشی و پژوهشی، افزایش کتاب‌های علمی، نشریات ادواری علمی، راهیابی محتوای علمی به تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و غیره گواهی بر این موضوع است. انتقال علم از لایه‌های بالاتر و تخصصی‌تر جامعه به لایه‌های پایین‌تر و عموم که با عنوان ترویج علم از آن یاد می شود، امری است که بر عهده برخی نهادهای ترویجی در جامعه از جمله موزه ها، مراکز علمی، نمایشگاه ها، جشنواره های علمی، همچنان انجمن های علمی و رسانه هاست. با توجه به اینکه علم با عنوان مهمترین منبع قدرت هست، جامعه از لحاظ ساختاری نیاز به این داره که نظریه ها، مقوله ها و اندیشه ها در جامعه، لایه های ریز جامعه پخش شود. علم کارکردش اینه که برغم این که خب صنعت را گسترش می دهد، برغم این که خب اختراعات را به وجود می آورد، او مقوله ها و او اندیشه های نشأت گرفته از علم را به جامعه پخش میکنه و جامعه را مدیریت میکنه. در حقیقت انسان زمانی که پیدا میشه علم با اینها توام هست و انسان ها علم دارن و از اون جایی که علم بسیار حائز اهمیت شده، پس پیدا هست از این حرف که تأثیر بسیار زیادی هم حتما داره با خودش. حالا تأثیرات برجستهش میتونه یک تأثیر مستقیم روی فکر داشته باشه. طبیعتا ما اول نگاه بکنیم که علم میتونه هم تأثیرات مثبت داشته باشه و هم تأثیرات منفی داشته باشه. حالا برجسته ترین تأثیرات و تأثیرات مثبتش که میتونه باشه تأثیرات روی فکر هست و انسانی که علم داره طبیعتا مستقلا فکر میکنه. وقتی درست فکر کرد درست زندگی میکنه. وقتی درست زندگی کرد طبیعتا اجتماع و ملت و کشور آسوده و آرام و رو به ترقی و رو به پیشرفت داشته باشه. بله، علم و آگاهی همونطور که عرض کردم میتواند در بخش توسعه مادی نقش بیبدل داشته باشه. برای اموری که رفاه مادی برای انسان می آورد اونها را تأمین بکند، برای اینکه انسان ها همدیگر را درک بکند، جایگاه همدیگر را بشناسد، حقوق همدیگر را بشناسد و قوانینی که رفاه و آرامش و صلح برای اونها به بار می آورد اینها را بداند، مسلمان در همه این عرصه ها نقش خواهد داشت. زمانی که یک جامعه در این مهمترین عناصری که قرار است یک جامعه را تشکیل بده و همینطوری با این عناصر پیش برن، اینا مبنایشان با علم باشن، میتونه یک جامعه ایدئالی را تشکیل بدن. اگر مثلا اقتصاد یک کشور بر اساس یک دانایی و دانشی باشه، سیاستی که در او کشور به کار میره بر اساس علم باشه، همچنان فرهنگی که در او کشور است، رسم و عناناتی که در او کشور است بر اساس علم و دانایی و در نتیجه علمی که سببی باشه که انسان هم از نگاه مادیات و معنویات برسانه، میتونه پیشرفت بده او کشوره. قطعا عقیده و علمی که مبتنی بر شاخصهای از قبل، یعنی مبتنی بر اساس فطرت و ویژگی‌های فطری باشه، مبتنی بر عقل و عقلانیت باشه، جوابگوی تمام نیازهای اصلی و معاصر انسان‌ها باشه و همچنان احترام به عقاید و باورها و عمو عناناتی که جامعه داره داشته باشه و در این میدانه که در جامعه ما یک تغییر خیلی مثبت را به وجود بیاره. هنگامی که جوامع اروپایی صداهای متمادی را
در خلال قرون وسطا در جنگ و وحشت به سر می بردند، اسلام در شبه جزیره عربستان ظهور کرد و پس از نفوذ دین مقدس اسلام و گسترش روزافزون ممالک اسلامی در آن زمان، مسلمانان با الهام از آموزه‌های قرآن کریم و به واسطه امنیتی که در بلاد اسلامی حکم فرما شده بود و اکتشافات و تولید علوم متعدد پرداختند و همکنون دستاوردهای دانشمندان اسلامی سرلوحه کار دانشگاه‌های سرتاسر جهان است. پیامبر و قرآن که وحی هست نقش بی بدیلی برای علم و دانایی قائل شد، چنان قرآن می فرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ورق برگشت، بخصوص از قرن دوم به بعد شکوفایی اسلام در عرصه های مختلف شروع شد. در بحث اموری که هم توسعه مادی به بار بیاورد، هم بخش معنوی و هم بخش های در دامن اسلام شکل گرفت که در این 500 یا 600 سالی که به اصطلاح ارزم به حضورشم از قرن دوم تا به بعد، بسیار دانشمندان بزرگ رشته های مختلف علوم انسانی و علوم ارزم به حضورشم زیر ساختی در دامن اسلام رشد کرد و برخی مسلمانان بودند که مؤسس و بنیانگذار برخی از علوم بسیار مهم امروزه هستند. اما جهان اسلام در اون دوره یک عرصه شکوفایی را تجربه می کرد. اختراعات اتفاق می افتاد. در عرصه طب بزرگانی مثل ابن سیناها و اینها می آمد قد علم می کرد و در عرصه های کلام، در عرصه طبابت جابر ابن حیانها در جامعه اسلامی ظهور پیدا می کرد و در عرصه فلسفه دانشمندانی وارد عرصه می شد و در عرصه کلام، چون این علم پروری و حمایت از علم که در یک فصلی از تاریخ خلفای اسلام در اولویت های کاری خلفا بود، سبب شد که جامعه اسلامی را به طرف ترقی و به طرف شکوفایی و به طرف صلح و آرامش سوق بدهد. بعد از اینه که جامعه اسلامی از اون حالت عقب نشینی کرد و از اون حالت تمدنی خود و از اون حالتی که میتوان اون دوره را یاد کرد که مسلمان ها یعنی بزرگترین امپراتوری جهان بودن، از اون دوره اون چی که اسلام را و مسلمانان را پایین کشید اون دوری از علم بود در حقیقت. بنابراین قرون وسطا یک تفاوت علمی را میان جامعه اروپا و جامعه شرق، یعنی جامعه مسلمانان در تاریخ نشان میدهد که اروپایی ها در اون دوره از علم دور بودند، اما مسلمان ها برخلاف امروز و این دوره دنبال علم بودند. حتی نقل میکنه میگه که یک مسلمان از دورترین نقطه یک منطقه خودش میگه سواری بر شتر میشد و میآمد و سه شبانه روز راه میرفت تا خدمت امام صادق علیه السلام میرسید و بعد از حضرت امام صادق علیه السلام یک مسئله را سوال میکرد. یعنی علم برای اونها در اون دوره اونقدر مهم بوده. این تفاوت از لحاظ علمی میان قرون وسطا و میان جامعه مسلمان در اون دوره وجود داره. اما بعد از سپری شدن دوره وحشت و اختناق قرون وسطا در اروپا، دوره جدید رنسانس و شکوفایی اروپا شروع شد و این مقارن بود با روی کار آمدن اختلافات و جنجالهای داخلی جهان اسلام در دوران عباسیان و مورد حمله قرار گرفتن بلاد اسلامی توسط اروپاییان و مغلها. همه اینها باعث رکود تولید علم در جوامع اسلامی شد. تحولات اجتماعی و سیاسی بود که جامعه اسلام تجربه میکرد. یعنی برغم مشکلات داخلی که مسلمان ها داشتن، مسلمان ها به نحوی رفاه زده شدن، به نحوی از اون فرصت هایی که در مسیرشان قرار گرفته بود از اون فرصت ها نتوانستن استفاده بکنن. اون شکوه و عظمت علمی و اون جایگاهی که مسلمان ها داشتن، اون جایگاه ها حفظ نشد. در عرصه سیاست، در عرصه علم که رکن اساسی یک جامعه را تشکیل می دهد و در عرصه ایمان که ایدئولوژی را عرض کردیم منبع قدرت هست، این مسائل سبب شد که جامعه اسلامی از اون اقتدار و از اون عظمت بیای پایین و در نتیجه دقیقا فصلی شد که
این عوامل در جوامع اسلامی به وجود آمد و مسلمان ها را پارچه پارچه کرد و مسلمان ها را به جان هم انداخت و دقیقا برابر شد با اینکه غرب بیدار شد. اگرچه ما عملا پیشرفت هایی را میبینیم در جهان اسلام و تحولاتی هست، دانشمندان بزرگی در اسلام از اون به بعد به وجود آمده و زیستن و تلاش کردن، اما در اون مرحله نرسیدن و این وضعیت نتیجه دوری از آگاهی و دوری از علم و اون تاثیرات ایدئولوژیکیه که در نگرش ها و در اندیشه های مسلمان ها رخنه کرده. و امروز برغمی که منادیان وحدت و بیداری و اینها فریاد میکنن، هنوز مسلمان ها به او بیداری و او آگاهی نرسیدن که با جدیت یک پارچه شوند و با جدیت کار بکنند و با جدیت به طرف شکوه و علم و آگاهی حرکت بکنند. خب این مسئله مسئله مهمی است، طبیعتاً ریشه های بسیار زیاد و مهم می‌دارد. از جمله میتوان به چند نکته اشاره کرد، از جمله این که همین طوری که مسلمان ها با به اصطلاح موقعیت جغرافی بسیار وسیع و پهناوری که داشت به توسعه علمی و شکوفایی علمی پیش می رفت، یک واقعه ناگوار اتفاق افتاد و اون حمله مغول ها به سرزمین های اسلامی است که این حمله علاوه بر قتل و کشتاری که به اصطلاح ممالک اسلامی متحمل شدن، زیر ساخت ها، کتاب خانه ها، اون زیر ساخت های علمی که به شدت و با سرعت پیش می رفت تخریب شد و بعد از اون مسلمان ها پارچه پارچه شدن. در گذشته تا اینکه در زمان همین در واقع دوران قرون وسطا برای مسیحیت، در این دوره مسلمان ها نقش بی‌بدیلی داشتن در فلسفه، در حقوق، در طب و پزشکی، در بحث مدیریت، در بحث عرضم به حضور شما نقشه و ساختمان و راهسازی و اینها بسیار مبتکر و بسیار عرضم به حضور شما افرادی که این علوم را پایه‌گذاری کردن و رونق دادن و اضافه کردن زیاد بوده، لذا این قابل انکار نیست. اما در زمان فعلی هم مسلمان ها علی رغم مشکلاتی که دارن، اختلافاتی دارن، علی رغم این جنگ هایی که اتفاق افتاد در کشورهای اسلامی، مؤسسات مختلفی حداقل اگر در علوم تجربی پیشرفته ندارن که در اونجا هم البته بعضی کشورها پیشرفت‌های خوبی دارن، بعضی مسلمان‌ها پیشرفت‌های خوبی دارن در زمینه اقتصاد، حقوق، فلسفه و در این زمینه‌ها پیشرفت‌های خوبی دارن.